Welcome to Hashia TV. Viewer of Hashia TV, once more we welcome you to watch our program. The Hashia TV introduce Afghan pageants to the world and also the passion of Afghan pageant and pageant keepers. In this program, we want to differentiate between Psycho pageant and Dudi Mashal pageant. Our aim is for those who new keeper to understand how to differentiate between these two pageants and also how to keep the pageants and breed them. However, this program only discussing regarding differentiation between these two pageants. You are welcome, Mr. Engineer Syed Asad Mousavi, to discuss to everyone. دوستان عزیز سلام احترام و امید است که جور ساعت من طرفایتون خیر و خیرتی باشه یک روزی که خوب و خوش را پشت سر مانده باشید سلام احترام ما از الف تا بیا و تمام اعضای صفه از بزرگا تا جوانای صفه ان شاء الله که هر جایی هستید دور از مریضی ها و مشکلات های زندگی باشید. شوقی های گل جا داره که در قدم اول از تکاتک شما نازنین ها ما هم تشکری بکنیم که به برنامه امروز سمع گرفتید. برنامه امروز کفترهای مشکی بوده که دوستا و عزیزای ما بسیار نظرات نیکی را داشتن، صحبت هایشان در صفحه تا حد را شنیدیم و جهان سپاس از تکاتک شما بزرگوارا. کم و بیش معلوماتی که ما داریم قسمت کفترهای مشکی قد شما نازنین ها شریک میسازیم. عزیزای دل همین رقمی که طبق معمول صحبت های خود ما همیشه داشتیم، در هر قسمتی که صحبت میکنیم کوشش میکنیم یکان تصاویر و چیزی را در خدمت شما نازنین ها قرار بدیم که همون صحبت ما واضح تر باشه، یعنی که بعدا زودتر برسیم. امروز هم یک چند تا تصاویری که آماده کردیم، متاسفانه اونقدر زیاد تصاویر نتونستم آماده بسازم چون در جریان برنامه نبودم. یک چند تا تصاویر رو به صفحه انداختیم. وقتی ما میگیم مشکی یا یک رنگی که ما از داریم از رنگ صحبت میکنیم، رنگ مشکی یعنی چی؟ دوستای عزیز، ده تصاویرها وقتی که ما و شما میبینیم تصاویرهای مشک است که از ناف آهو گرفته میشه. خب به عطر و نمیدانم میگپا هم استفاده میشه چون یک بوی بسیار ثقیلی داره. کار به چیز عطر و چیزایش نداریم، میریم سر خود از همین مشک صحبت را میکنیم که مشک از یک براقیت خاص برخوردار هست. کفترهای مشکی هم که ما میگیم، کفترهای مشکی به جنس خود یک جنس خاص است. دوستا و عزیزای ما سخنهای خود به صفحه داشتن که یک عزیزای ما میگفت که نول کفتر مشکی باید نولش سفید باشه، یکی هم میگفت که سیاه باشه و نمیدانم خرمایی باشه. عزیزای دل میایم سر قسمت نول هم صحبت میکنیم. گزینه را باز ما تکرار یادآوری میکنم که وقتی ما سر رنگ صحبت میکنیم کوشش کنیم که از حساب رنگ صحبت بکنیم و ای که باز یک اوصاف دیگه هست. اگر میگیم به کفترهای لاکی ما مثال کفتر لاکی، باز هم از رنگ صحبت میکنیم، مگر یک اوصاف دیگه ای که داره که مثال نولش سفید باشه. اگر به قسمت قلاق صحبت میکنیم ما از یک سیاهی رو صحبت میکنیم، ولی باز هم میگیم که یک نولی را نول سفیدی را داشته باشه، نمیدانم قاشق اگه نولش باید سیاه باشه. و به هر کفترها یک جزئیات خاص خود داره که ما اون کفترها را با مو اوصاف هم میشناسیم. همین رقمی که در طول برنامه سخنهای شما بزرگوارا را شنیدیم، سخنا طوری بود که یعنی که موافق و مخالف داشتیم. صحبت ها را یک از عزیزای ما میگفت که کفتر مشکی باید اینی رقم یک اوصاف برش باشه یا اینی رقم یک چیزای بر از او باشه که ما کفتر را بتانیم مشکی بگویم. ما و شما کوشش میکنیم که اول بیاییم همه مشکی که میگیم چرا مشکی میگیم، باز انشاءالله سر جزیات دیگهش هم صحبت میکنیم. شوقی های گل در قسمت کفترهای مشکی ما خو وقتی همه کفتر مشکی ره که میگیم از حساب رنگ باید اول رنگش مثل مشک واره باشه که یک براقیه داره به خود داره. اگر کفترهای لاکر آمدیم صحبت کردیم، آمدیم گفتیم که چی براقیه داره به خود داشته باشه و کفترهای مشکی هم همین رقم است. اگر به زردش است، اگر به سرخش است، اگر به سیاهش هست، ما میبینیم که نمی رنگ مشک چه رقمه. گفتم که در قدیما بزرگای ما اگر
همین نامه را به می اصطلاحات را که به قسمت کفترا مانده بسیار یک اصطلاحات بجایی بوده. همین کفتر مشکی یا مشکی از گزینه مشک برخوردار است که آنه مثل مشک گوره باید باشه. مشک پس یک چیز خاص است، به تمام حیوانات مشک را پیدا نمیتونه که یک رنگ خاص را به خود داشته باشه. فرق یک کفتر مشکی قد کفتر سایه کوه یا کفتر دودی مشعل فرق بسیار زیاد را داره که شوقی های ما امروز وقتی ما و شما میبینیم که کفترهای سایکو یا کفترهای دودی مشعل هست به نام مشکیات میشن. ما همی تفاوت هایی که بین از این کفترها هست انشاءالله در طول برنامه صحبت ها را خواد داشتیم و تصاویر ها را از شما عزیزا هست بازم عذر میخواهیم که اگر به اجازه از تصاویرهای کفترهای شما عزیزا استفاده میکنیم به خاطر طبق معمول همون روشنایی که همیشه میندازیم که به تصویر اگر دیده شوه همیست که شوقی ها یک کمک برید در مطلب زودتر میرسه، یعنی که آشناییتشان به قسمت کفترها کفتر مشکی یا هر گونه کفترهایی که باشه بیشتر میشه. در گناه های کفترهای مشکی غیر از این که ما از چیز رنگ صحبت کردیم که تشریحات چه دادیم که چرا این کفترها را مشکی میگن یا مشکی میگن، در اصل نامش مشکی است که آن از گزینه های مشک استفاده شده، صحبت های چیز را داشتیم که یک رنگ بسیار خاص است که به کفترهای مشکی هست یا کفترهای مشکی. اصطلاحاتی هم که دوستا و عزیزای ما استفاده میکنن به قسمت مشکی یا مشکی چون منطقه های افغانستان هم چیزایشان فرق میکنه، اصطلاحاتشان گفته میشه که مشکی یا مشکی فرق نمیکنه، به هر دو حال هدف شناخت کفتر است. عزیزای دل یک کفتر مشکی اگر ای که ما میبینیم کفتر از نول سفید برخوردار هست در برنامه کفترهای لاکه ما هم روشنایی را انداخته بودیم که شوقی های ما کفترهای لاکی را به قسمت رنگ یک رنگ بسیار خاص داره، یک جلایشی به او رنگ هست به کفترهای مشکی اضافه کردن که یک رنگ خاص را به کفترهای مشکی اضافه بکنن، به مخاطر هستن که امروز که ما و شما میبینیم کفترهای مشکی ما حالت صحبت ها را در برنامه پیش هم داشتیم، تکرارن بازم یادآوری میکنیم کفترهای مشکی ما اگر امروز از نول سفید برخوردار است در ازای دل اینا مکس کفترهای لاکی هست و معمولا میبینیم. و اگر اصلی کفترهای مشکی را صحبت چه بکنیم که کفترهای مشکی از نول خرمایی برخوردار است، امروز ما و شما میبینیم که مشکی ها هستن قد نول خرمایی هم هست و نول سفید هم هست، نول سفیدشان یعنی که نول سفید است یا پنجای پایش ناخنهای سفید است، این کفترک ها وای که نول سفید است و پنجای یا ناخنهای پای سفید است، کفتری هست که به خاندان مشکی از جنس مکسی کفترهای لاکه هست که اگر من بتانم تصاویرم بر شما عزیزا اضافه بکنم. و در قسمتی از این که میاییم که میگیم یک کفتر مشکی اصل یعنی که جنسش اگر مخلوط نساخته باشه جنسش مکس نساخته باشه از یک نول خرمایی باید کفتر برخوردار باشه، چون اصلاح ها روی کفترهای مشکی آمدن، شوقی های ما زحمت های خود را کشیدن در قسمت کفترهای مشکی اصلاحات آمده، آلی یا قدزی گناه جنس های لاکه چون میکس شده بود به حساب رنگ اصلاحات رنگ، ما معمولا اگر کفترهای لاکی را میبینیم هر کفتر لاکی ما چی از قدیم بوده و چی نسل های نوی که پیش شوقی های ما میبینیم اینا از گونه چشم کفترهای اصلاح بود، پس اصلاحات به همین رقمی که به کفترهای پتن یا به کفترهای دیگه کفترهایی که از جنس پتین هست اصلاحات برشان آمده به کفترهای لاکی هم چون همون جنس ها را میکس کردن. شوقی های گل آل ما و شما که فهمیدیم اوصاف یک کفتر مشکی به چی هست، اوصافش فهمیدیم که ما میتونیم کفتر را به نام مشکی صدا بکنیم. عزیزای دل اینا رو میریم که فرق یک دودی مشعل قد یک کفتر مشکی به چی هست. کفترهای دودی مشعل از کفترهایی که گفتیم جنس های گلدار هست، معمولا کفترهایی که اگر قندار گل هست میبینیم که چوچه ای که میته خب خودش یک شاید سیاسینه یا سیاپتین باشه، یعنی پدر و مادر از رنگ سیاهی خود برخوردار است، مگر یک چوچه سرخ را به خود میته یا یک چوچه سرخی
گوری را به خود میته، یک چوچی سرخ لوشی را به خود میته، همید مرور زمان کمی چوشگک کوریز میکنن، یک سیاهی به بمو پر خود اضافه میکنه، به سینه خود اضافه میکنه که او کفترها را ما به نام دودی مشعل میگیم. کفترها نولشان سیاه هست و ناخنهای پایشم سیاه هست چون از جنس پتین گرفته شده. اینا را ایزای دل شوقی های ما هست که جنس های دیگر هم مثال سیاه و زرد یک جای زده. اگر زردای حال ما زرد سینای را میبینیم که سیاهیدار هست و یا زردای کایی را میبینیم که سیاهیدار هست، یعنی در قسمت سینه اگر دقت بکنیم میبینیم که همه از رنگ زرد خود برخوردار نیست، یک قسم سیاهی با بال هست یا با می جان از کفتر هستن. این مکس های هستن که در قسمت از کفتر ها شد. شوقی گل در قسمت کفتر های مشکی ما فهمیدیم که کفتر مشکی یا کفتر دودی مشعل فرقش به چی هست و یک کفتر مشکی از کدام اوصاف برخوردار هست که ما او کفتر هم میتونیم به نام مشکی صدا بکنیم و یک کفتر دودی مشعل ما او از کدام اوصاف برخوردار باشه که او کفتر ما بشناسیم که نمی کفتر یک کفتر دودی مشعل از مشکی نیست. اینا رو فرق یک کفتر دودی مشعل ایزای دل قد یک کفتر سایکو به چی هست. هر دو تایشان جنس های کفترهای پتین هست، یعنی کفتر دودی مشعل یا کفتر سایکو. کفتر سایکو که ما میگیم سایکو کفترهایی هستن که از سوزی برخوردار هستن، یعنی به قسمت رنگ وقتی دیت میبینیم که در نور هفته و استاد میشه می قسمت سینه از کفتر یک رقم گونه سوز را به خود داره. او کفترها به نام کفترها سایه کو استفاده میکنه که اصطلاحاتی را ایزای ما میگیره که وقتی که هفته و غروب میکنه یک کو اگر باشه با مسایه یک سایه که به خود میندازه از امو اصطلاحات شوقی های استفاده میکنه که امو سایه یک سوزی را به خود داره. این کفترها مگر نامایشان یا همو اصطلاحات که در این کفترها گرفته شده بسیار گفتم در قدیم ها هر بزرگواری از شوق که این نامه را مانده و قد یک فکر روشن یک نام بجای را مانده. عزیزای دل امروز اگر ما و شما میبینیم که یک عزیز ما یک کفتری سیاسینه را گرفته یا سیاپتای نگرفته قد یک زرد سینه یا قد یک نمیدانم سرخ سینه جوره کده چوچگاهی که از اون میگیری اگر به قسمت زردایش هست میبینیم زردایی هست که به خود سیاهی دار هستن و قسمت سرخایش اگر چوچای سرخ را به خود میته که ما دمی تصاویرها اضافه میکنم این تصاویرها را دقت بکنید. این چوچای کفترهایی هست که چوچه یک سرخ سینه یا یک سرخ آتشی هست و چوچه یک سیاه سینه هست. شما دقت بکنید که کفترکا کلن از ازای دل سایکو هست و یعنی رقم اجزای ما که نمی جنس های پتینا را گرفته قد رنگ و با رنگ جوره کده. حال امروز چوچایشان هم میبینیم چوچایشان از رنگ های مختلف برخوردار هسته. اونا سیاهیدارشان اجزای دل سیاهیدارشان میره به جمع کفترهای دودی مشعل کفترهایی که سوزیدار هست. اونا بازم تکرار یاد بکنیم که به جمع کفترهای سایکو میره. شوقی های گل شناختن یک کفتر یا یک جنس یک کفتر همین رقمی که ما و شما میفهمیم یک بحر به پایان است، یعنی که هر چی که ما یاد بگیریم هر چی که سرش صحبت بکنیم تمامی نداره، خلاصی نداره. صحبت هایی هست که شاید ما فعلا حضور ذهن نداشته باشم و سفر برای شما نازنینا واز میکنم که اگر کدام سوال مانده باشه شما عزیزا که او سوال من نتانسته باشم جواب بتم انشاءالله که در ویس های دیگه براتان خواد جواب گفتم، چون همی قدری که من حضور ذهن داشتم همی را آمدم خدمت شما عزیزا قرار دادم. در غیر صورت یک شبک خوب و خوش به تمام شما بزرگوارا میخواییم. Thank you Inger Mousavi. It was pleasure to have you in this program and you had conclusion of this program between all participants. خوب دوستا و عزیزا شوقی گرامی در دیار شوق کبوتر جای داره که تشکر کنیم از جناب انجینر سید اسد موسوی که ترشیحات تجربوی و عالمانی خود در مورد فرق بین کفترهای دودی مشل و سایکو داد و ما از دیروز کرده روز یک چیز هوشیارتر شدیم. زنده و سلامت باشین، صفحه برای تان باز است، شما میتونید که شوقهای خود دوباره بکنید و کسایی که سوال داشته باشه میتونه سوالهای خود باره و از جناب انجینر سید خواهش میکنیم که جوابای جوانا را بده. زنده و سلامت، وقت خوش برتان میخوایم.